آقا من قصد خودزنی ندارم، اما وانتی اومده بود تو کوشمون ساعت 7 صبح، درست در خونه ما 1 ساعت وایساده بود، نمیرفت، قفلی زده بود، هی تو بلندگوش میگفت آقا جنس داغون، جنس داغون، هر چی داری بردا بیا میخرم، آقا داغون، هر چی داری بردا بیا میخرم، جنس داغون، داغون، هر چیز درب و داغون داری بردا. دم وله میکنه. رفتم دم در تا منو دید قیافمو، گفت نداری حد داغون. گفتم بی وجدان بخاری نفتی آوردم تو قیافه ما، بخاری ندی قیافه ما رو دیدی جنس داغون. اخیراً دقت کردید بحث کرونا هست، این روزها زیاد ما دست و بالمون رو میشوریم، دقت کردید که وقتی ما داریم دستامون رو میشوریم در واقع دستامون هستن که دارن خودشون رو میشورن و ما مثل اسکولا فقط داریم نگاهشون میکنیم و فکر میکنیم که ما داریم دستامون، دستامون خودشون دارن خودشون رو میشورن و اصلا ما به اونا کاری نداریم. همین کره جنوبی ها خیلی با ما فرق میکنن. شنیدم که در کره جنوبی وقتی مردی داره میره سر کارش، خانمش دادم در بدرقش میکنه، هی میگه عزیزم تو رو خدا مراقب خودت باش، من نگرانتم، شب زود برگرد، شام منتظرت میمونم، دوستت دارم، عاشقتم، بوس بوس، و اون میره سر کارش. در کشور ایسلند در قطب شمال تقریبا نزدیکی میگن 6 ماه سال هوا تاریک و زمستونه، به جون خود تو اون تاریکی شب چشمو نمیبینه، فکر کن اونجا مثلا برق اختراع نشده. مردی داره میره سر کارش، خانمش داده اما در بدرقش میگه، میگه عزیزم تو رو خدا برای شام منتظر میمونم، زودتر برگرد، من دوستت دارم، وابستگی عاطفی بهت دارم، منتظر بوسیدن یه دونه برای رفع کتی، و اون میره سر کار، میره دیگه، میره دیگه، نمیمونه، رفت، ولش کن، رفت دیگه. اون وقت در ایران وقتی مردی داره میره سر کارش، خانمش میگه داری میری آشغالا رو هم بزادم به در. او مای گاد، آهنگای قدیم کجا، آهنگای امروز؟ قدیم میگفتم یه وقت میگفت که هرگز دل پرخون را خرم نکنی دانم، اشعار سنتی، شان شمشان قدم خسرو به شیرین سخنا، قشنگ بود. رفت جلوتر یه خورده مضامین عوض شده، خب بازم یه چیزایی میدید برای من نوشته، هنوز نخوندم چی نوشته، شما متوجه شو چی نوشته. رفت جلوتر دیگه، رفت توی باقالی ها، دوست دختر من نازه، قلبش پر از احساسه. رفت جلوتر افتضاح شد، دوست دارم کسافت، توف بیاد به اون قیافت. از هم دو هرای عصار، خواننده‌ای که خیلی خوش درخشید و محبوبیت زیادی هم کسب کرد، اما خب متاسفانه خیلی زود از بین ما رفت، زنده یاد مرحوم ناصر عبداللهی، روحش شاد و یادش گرامی، یادش دست باشه. پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره، وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه هم میاد، توی خاک گلدونا بذر حسرت میکاره. تشم خودم زدم که آهنگ تموم بشه، کاری نداره، موسیقی نو پرابلم، هیچ کاری نداره. من الان یه فرخورد فیزیکی هم میکنم با دوستانی که سینمایی دارن به قضیه نگاه میکنن، الان بیسیم میزنم اسکاتران پرواز، هلیکوپترهای جنگنده بیان اینجا رو بمباران کنن. این بیسیم منو یاد یه خاطره انداخت به جون خودم، یکی از رفقا میگه با خانمم رفته بودم خرید، دیدم جا پارک نیست، ناچارن دوبله پارک کردم، تو ماشین نشستم، خانمم گفت من 5 دقیقه میرم تو این مغازه میام، 5 دقیقه شد 50 دقیقه، منم پشت فرمون چرتم بود، یویدم از پشت سر یه نفر گفت راننده پژو، پژو جی ال ایکس نقره ای، میگم اصلا از خواب پریدم، اصلا عرق سرد، من نشست خودمو خراب کردم از ترس، برگشتم پشت سرم دیدم یه وانتی هست میگه بیا سیب زمینی بخر اونجا بیگانش هست، از فرمانده بسکاتون راست اینجا شلوغ، خیلی شلوغ کردن، خواهش میکنم گلبارانشون کنید.
درود بر شما. حسادت رنج و عذاب حسادت. حسادت نوعی اعتراف به حقارت خیشتنه. اما ممنون باشید از کسانی که به شما حسد ورزی میکنن، چرا که اونها به صراحتن دارن میگن شما به همه لحاظ نسبت به اونها رجحان و برتری دارید. مولا علی علیه السلام میفرماید حسادت چونان آتشی جسم و روح ما را میسوزوند و آب میکند. اتفاقا عزیزانی که حسد ورزی نمیکنن خیلی بیشتر به دست میارن و درهای رحمت الهی برای اونها گشاده تر هست. برای یزدی های درجه یک که من دست یزدی بسیار عالی بزن خواهش میکنم. خب عزیزان، خواهش میکنم دیگه از این لحظه به بعد واقعا از من نخواهید براتون بخونم، من خواننده نیستم. خواهی لجبازی کنی درسته؟ ببین، به خاطر این ذهنیت حف مثلا این ذهنیتی که شما الان فکر کردی مثلا من دارم از خودم تعریف میکنم این بالا، مثلا خواننده ها چیه، من هم نه، قضاوت کردن های عجولانه ای داریم. عجیبن کرد دوستی میگو مجلس عروسی بودم یه دو مسد میرقصیدم با آرنج هم زدم بغل دستی بودم نگاه نگاه پسره رو چقدر زشتی چقدر بد میرقصه، بغل دستی میگو اون پسر نیست دختر منه. میگم انقدر خجالت کشیدم بهش گفتم تو رو خدا منو ببخشید، حقیقتا نمیدونستم شما پدرشی. گفت من مادرشم. من یک شومنم، خواننده نیستم که. اما با همه احترامی که برای خواننده های خوب کشور من قائلم، باید بگم عزیزان کارهایی که خواننده ها انجام میدن دیگه واسه من پیش پا افتاده است. به جون خود بچه بازی است. یک لحظه من الان تبدیل میشم به علیرضا عصار، من نگاه کنید. من پارز من بستان جان پاره نخواهد شد، وان را که منم مأوا آواره نخواهد شد، وان را که منم خرقه عریان نشود هرگز، وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد. خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که سکوت مرگ می‌دزدد نگاهت را، کسی آرام می‌گوید که من هستم ای تنها، و دل آرام می‌گیرد علا به ذکر الله تطمئن القلوب. برای خدایی که اینقدر ما را دوست داری دست عاشقانه بزنید و بگید ممنونتیم ای خدای بزرگ برای همه نعمتهایی که به ما ارزانی داشت. آهنگای قدیم، موسیقی آهنگای قدیم، همه چی گفتم قدیم. آهنگای قدیم می اومدن از اشعار حافظ و سعدی و مولانا استفاده می کردن. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، شعر قدیم. آهنگای امروزی هستن چقدر مردای بدبختی بیچاره هستن صداشون در نیومد. قد که مردها موجودات بیچاره هستن. به نظر من در این دور زمان مردها خیلی مظلوم واقع شدن. مسخره نکن خانم. نگاه کنید پسر دنیا میاد، همه میگن حال مامانش خوبه، این بزرگ میشه زن میگیره شب عروسی، همگه چه عروس خوشگلی ماشاءالله، پیر میشه میمیره میگن بیچاره زنش بیوه شد، اصلا این اومد و رفت دیده نشد. مردای روزگارم
از این بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده آرشیو شده در کانال رسمی خودم یعنی حسن اندرلاین ریوندی ببینید. بیاد در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی